توی این آموزش با مبحث ویژوال استایل توی اتوکد آشنا میشید. سلام بچه ها، وقتتون بخیر باشه. امین شفیع‌زاده هستم با آموزش امروز. توی آموزش امروز میخوام در رابطه با نحوه اسکیسی کردن احجام سه‌بعدی توی نرم افزار اتوکد به همراه تنظیمات اون براتون صحبت بکنم. الان من اینجا اومدم و دو تا باکس رو ترسیم کردم، اینا توی همدیگه هستن. میام شیدش رو عوض میکنم، اول به کمک دستور شید رو حالت کانسپچوال میذارم. ببینید، نیا کنید، کاملا این احجام توی هم دیگه هستن. خب حالا وارد دستور شید میشم، SHA اینتر و حالت اسکچی رو اینجا انتخاب میکنم. ببینید اسکچی این انتخاب میکنیم و همونطور که میبینید کاملا به صورت اسکیسی در میاد. خب تا اینجاشو احتمالاً بلد بوده باشید و تونسته باشید تا حالا انجام بدید، اما قسمت جالبش تنظیماتشه. شما شاید به نظرتون رسیده باشه چطور میتونم این خطوط اسکیسی رو یه مقدار از این مقدار پشمالو بودنش کمتر بکنم، یا مثلا امتداد خطا رو بیشتر کنم، یا اینجا خطچین بندازم و از اینجور کارا. کافیه وارد ویژوال استایل بشید. به این میزنم ویژوال، این ویژوالی که بزنید ویژوال استایل، نگاه کنید ویژوال استایل VIS رو که بزنید میاد. خب اینو میزنم و این پنجره باز میشه. میایید اینجا از بین گزینه‌هایی که هستش این حالت اسکیسی رو اینجا انتخاب میکنید. حالا میایید توی گزینه‌ها به عنوان مثال، خب گزینه‌های زیاده دیگه، من نمیخوام همه رو توضیح بدم، اما گزینه‌هایی که حالا احتمالاً به درتون میخوره، یکی این لاین اکستنشن هست تو قسمت ایج مودیفایرز. اینجا میتونید امتداد این خطا رو بیشتر کنید. در نگاه کنید، من اینو زیاد میکنم، این امتداد خطوط بیشتر داره میشه. یا مثلا جیتر، یا همین در واقع از امتداد منحرف شدن این خطا، پشمالو بودن خطا، اینو میتونید باز مقدارش رو زیاد بکنید، با های یا کمش بکنید، لو، یا اصلا روی آف بذارید که کلن خطوط پشمالو نباشن، فقط تک خطی اینجا اینا رو ترسیم بکنه. خب یا زاویه بین خطا رو میتونید تنظیم بکنید، از اینجور چیزا. بعد میام بالاتر سراغ intersecting edge، یعنی این خطوط تلاقی بین احجام، اینو میذارمش روی حالت yes و همونطور که میبینید تلاقی بین احجام رو هم براتون خط میندازه. خب خط تلاقیش از چه نوعی باشه؟ اولا که به رنگ زرد مثلا باشه، ثانیا این که به صورت خط خطچین باشه. من اومدم بالا چرا؟ بله، اولا به رنگ زرد باشه، ثانیا این که به صورت خطچین باشه. میذارمش روی حالت خطچین، یا کنید تلاقی بین احجام رو به صورت خطچین زرد نمایش داد. یا خطوطی که ما نمیبینیم به چه صورت باشن، آیا اونا رو هم نمایش بده؟ من میذارمش رو حالت yes، یعنی اونا رو هم نمایش بده. ببینید خطوط پشت حجم رو هم نمایش میده. باز به چه صورت؟ مثلا به رنگ قرمز نمایش بده و مثلا به صورت نقطه چین نمایش بده. ببینید حالا شاید نقطه چین شما نبینید، من نوعش رو عوض بکنم اینجوری، خطچینای بزرگ مثلا. به همین راحتی شما میتونید نحوه نمایش رو دوباره عوض بکنید و کلی حالا تنظیمات دیگه که اینجا وجود داره، مثلا بک‌گراند براش بذارید و گزینه دیگه که خودتون احتمالا اینجا میایید و مشاهده میفرمایید. امیدوارم این آموزش هم به درتون خورده باشه و بتونید با کنجکاوی که اینجا به خرج میدید بتونید به افکت‌های زیبایی توی پروژه‌های سه‌بعدی‌تون دست پیدا بکنید. ممنونم که دارید منو همراهی میکنید. بریم ان شاءالله تا روزهای آینده و آموزش‌های بعدی.